عزیزان و همراهان همیشگی سلام، با افق نوعی دیگر از بخش فارسی صدای آمریکا با شما هستیم. ادبیات خسته، شعر کمرمق و چرایی آن در ایران امروز موضوع برنامه امشب هست. از متقدمین تا دوران معاصر آثاری در ادبیات داستانی و شعر خلق شده که بیشک نشان از تسلط ادیبان و قلم به دستان ایرانی بر علوم جامعه شناسی و انسان شناسی است. آثاری که تک تک جای تأمل و اندیشند، اما به گفته بسیاری از منتقدین ادبی آثار شعری و داستانی علارغم کمیت قابل توجه در چند دهه اخیر به نوعی دچار افت کیفیت در محتوا شدند. منتقدین ادبی عواملی چون سایه سنگین امنیتی بر آرامش ذهن ادیبان و نویسندگان، سانسورهای ناشی از سلایق حکومتی و فردی و نبود دغدغه نسل جوان ایران در شناخت دقیق از ادبیات جهان را دلایل عمده پایین آمدن سطح کیفی در آثار شعری و داستانی در ایران امروز می‌دانند. علاوه بر اینها، برخی منتقدین معتقدند آثار نویسندگان ایرانی حتی اگر به صورتی نسبی نیاز خوانش مخاطب بومی را برآورده کرده باشند، در جذب مخاطب خارج از خط فرضی مرزهای جغرافیایی سیاسی آنقدر که باید موفق نبودند. با این توضیحات در افق نو امشب می‌پرسیم معیارهای سنجش کیفیت شعر و ادبیات داستانی ایران چیست؟ آیا شعر و ادبیات داستانی نویسندگان ایرانی نیاز بومی را برآورده می‌کند؟ آیا راهی هست شعر و ادبیات امروز قلم به دستان ایرانی را در سطح بین‌الملل معرفی کرد؟ دیگران برای جهانی شدن شعر و ادبیاتشان چه کردند؟ با ما باشید. خب عزیزان، اجازه بفرمایید خوش آمد بگم به میهمانان برنامه. آقای فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان، و آقای بیژن خلیلی، مدیر نشر شرکت کتاب از لس آنجلس آمریکا با ما. هر دوی شما عزیزان خوش آمدید به برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بفرمایید با شما آغاز کنم با طرح این پرسش که چرا فضای نقدها بر شعر و ادبیات داستانی در ایران اینقدر از کیفیت محتوایی آثار گله‌مندند؟ آیا این همه دغدغه نشان از افت کیفیت آثاره؟ اگر بخوایم ما ادبیات یعنی شعر و داستان دو دهه اخیر رو، دهه 70 80 90 سه دهه اخیر رو با دهه 60 و بعد با دهه های 40 50 مقایسه کنیم، نه فقط من بلکه همگی، حتی خود دستندرکاران این ادبیات به اصطلاح اخیر برانند که ادبیات شعر و داستان و نقد ادبی هم همراه با اون دچار افت کیفی شده و ما در واقع یک رسا آثاری داریم که اغلب مشخصهاشون ثابت هست، یعنی یک آثاری که میتونیم بگیم ادبیات اکوئیرومی یا ادبیات آپارتمانی، حدیث نفسی که به قالب تکنیک در نیومده. توجه بکنیم که وقتی ما از هنر و ادبیات صحبت میکنیم، داریم از به اصطلاح به فرم برکشیدن تجربه زیسته یا وقوف صحبت میکنیم. وقوف یعنی اینکه شما خودتون مثلا در یک جای تاریخ نبودین، اما اونقدر بر او وقوف دارین که اون رو درونی کردین و مثلا به عنوان تجربه زیسته خودتون کردین. و بعد خلاقیت هنری و ادبی در این است که این تجربه زیسته رو چنان به فرم بر بکشین که از اون محدودیت خودش بر بگذره و یک عمومیتی پیدا بکنه و بتونه بر ذهنیت مخاطب و بر فرهنگ کشور تاثیر بذاره. ما اگر نگاه بکنیم، این خصوصیت الان در این آثاری که به اصطلاح آثار ادبیات شعر حدیث نفسی یا آپارتمانی یا هر اسمی بر بگذاریم وجود نداره. طبیعتاً این سوال مطرح خواهد شد که چرا چنین شده است. دلایل گوناگونی در این زمینه مطرح هستش. یکی، خب این نسل‌های جوان‌تر، یعنی ما می‌دونیم که خب دوره شکوفایی ادبی شعر و داستان در ایران و همچنین نقاشی، سینما، تئاتر و غیره دهه‌های 40 50 بود. بعد دهه 60 در تداوم اون، ما همچنان نسل بعدی که آمدند هم تونستن راه، یعنی ما یک نسل صادق هدایت و چوبک و اینا داشتیم، بعد یک گلشیری صادقی، بهرام صادقی و
دیگران و بعد هم نسل بعدی آمدن که اون نسل هم آثار خلاقه خلق کردن، اما بعد دیگه دچار این به اصطلاح افت کیفیت شدیم. دلیلش دلایل گوناگونی میتونه در این زمینه مطرح باشه، مثلا قطع رابطه فرهنگی با گذشته، بعد فقر فرهنگی و ذهنی، فقر تجربه زیسته، فقر وقوف. بعد اون در این حال اینا چیزایی که در خود به اصطلاح این نویسندگان و شاعران به اصطلاح این نوع ادبیات وجود داره، اما در این حال هم سیاست هم در این موثر بوده. ما خب ما میدونیم که به خصوص بعد از دوم خرداد اینا آگاهانه هم نهادهای اطلاعاتی هم نهادهای فرهنگی حکومتی یا اصلاح طلبان حکومتی و بنیادگرایان با هم اینا شروع کردن به ریل گذاری فرهنگ و در واقع هول دادن به شیوه های گوناگون، یعنی حضور نه فقط با سانسور و خود سانسوری که وجود داره، بلکه با شیوه های گوناگون جایزه دادن، در نشریات مطرح کردن، بزرگ کردن، حذف کردن یه عده ای مثلا آدم های خلاق، بعد چهره کردن آدم هایی که خلاقیت ندارند، تسلط بر جایزه های ادبی و هنری و اینا که خیلی مد شده بود، تبدیل شده به سرگرمی، کارگاه ها غیره. یعنی در واقع اینها تونستن با تسلط بر این نهادها این سلائق خودشون، یعنی در واقع سلائق هم که در واقع ادبیات و هنر رو به یه سمتی بکشونن که دیگه اون بستا نه در فرم ما شاهد خلاقیت هستیم، نه در محتوا و نه در مضمون. مجموع همه این عوامل رو اگه در نظر بگیریم، یعنی هم عاملی که چیزایی که از خود نسل ها این برمیخیزه، خود این نسل، یعنی قطع رابطه، فقر فرهنگی، فقر نظری، فقر ذهنی، فقر تجربه زیسته، فقر وقوف، و بعد هم ناآشنایی با ادبیات جهان به معنای واقعیش، یعنی با زبانهای اصلی خوندن، نه اینکه حالا چهار تا ترجمه خوندن، و بعد هم بی ارتباطی با جهان فرهنگی و با ارتباطی با تمامی فرهنگ گذشته. میدونیم که حافظه خیلی از اینها فقط به اینترنت محدود میشه، یعنی اینا قبل از اینترنت هر چیزی که قبل از اینترنت هست یعنی نیست و نمیدونن. بعد نبودن مجلات فرهنگی، یعنی نبود نقد ادبی که همراه میشه با نبود مجلات فرهنگی که به حساب نقد بکنن، بحث بکنن، آثار رو بررسی بکنن، اینا هم وجود نداره و همه چیز در اون این یک بخشش. بخش دیگه اون ریل گذاری حکومتی است که بخش سانسور خود سانسوری، و بخش دیگه اون ریل گذاری سیاست هایی که به طور گوناگون اعمال کردن، از حالا تسلط بر جایزه ها، تسلط بر انتشارات، یا تسلط بر محافل فرهنگی، تسلط بر کارگاه ها، و بعد هم به خصوص نشریات اصلاح طلب ایده سازی کردن، ایده ها، یعنی در واقع تخریب ایده کردن، یعنی ادبیات رو تخریب کردن و به صورتی در آوردن که به حدیث نفس آدم های تبدیل شده که در واقع تجربه ای هم ندارن، فرهنگی هم ندارن، و طبیعتا وقتی شما در درونتون چیزی نمیجوشه، اون چیز به فرم در نمیاد، و وقتی فرم در نمیاد اثر فرم نداره. این رو با شما مطرح میکنم، اینکه چرا از درون نمیجوشه برای نویسندگان ایرانی و معیارهای سنجش کیفیت شعر و ادبیات داستانی. اما اجازه بدید با آقای خلیلی این پرسش رو مطرح بکنم. آقای خلیلی، شما به عنوان ناشر و پخش کننده کتاب در لس آنجلس چه فکر میکنید؟ دغدغه منتقدین ادبی در ایران نسبت به محتوای آثار شعری و ادبیات داستانی چقدر به حقیقت نزدیکه؟ آقای سرکوی معتقدند افت کیفیت هست. با درود به شما و با سلام به دوست گرامی آقای سرکوهی و بینندگان عزیزتون، با همه اون چیزهایی که آقای سرکوهی گفتن قطعا موافقم. این فقر دامنگیر جامعه ادبی ما شده، ولی یکی دو نکته رو باید بگم، و اونم اینه که بیشترین مقدار صدمه ای که به ادب و ادبیات ایران وارد شده، به خصوص ادبیات داستانی، به خاطر قطع رابطه با ادبیات پیشین، همجوری که آقای سرکوهی گفتن، مثلا فرض کنید برای بوفکور صادق هدایت، ما یک بوفکور صادق هدایت در داخل کشور به صورت غیر سانسوری نمیبینیم. بنابراین این رابطه خود به خود قطع شده و مردم اعتماد و اعتماد لازم رو به آثار منتشر شده در داخل ایران مربوط به پیش از انقلاب رو ندارن. ضمن اینکه از موقعی که خمینی به قدرت رسیده، سرکوب و سانسور شروع شده، متاسفانه حتی البته مبارزه و مقاومت شده در برابرش، ولی مقاومت و مبارزه پراکنده بوده، و بعد این اختاپوس سانسور تمامی در 40 سال گذشته هرچه بیشتر خودشو قدرت و تسلط خودشو تونسته ادامه بده و هرچه بیشتر و بیشتر کرده. در نتیجه یعنی با بودجه های عظیمی که در وزارت ارشاد برای آدم های سانسورچی برقرار کردن،
نویسندگان رو از اون خلاقیت واقعی به دور کردن. یعنی خلاقیت نویسنده الان محدود شاید بشه به این که خودشو در یک چارچوبی مطلب و داستانشو بنویسه که وقتی میره در وزارت ارشاد ممیزیش کمترین مقدار بشه و از اونجا سالم بیاد بیرون و منتشر بشه و در نتیجه این باعث میشه که اون خلاقیت واقعی و آفرینشی که یک نویسنده، مترجم یا شاعر لازم داره از بین بره. آقای خلیلی، به سانسور اشاره کردید. خب شما به عنوان یک ناشر در لس آنجلس آثار زیادی رو از ایران میارید در آمریکا ارائه میدید. آیا همون آثار سانسور شده رو در اختیار مخاطب قرار میدید؟ شما چه کار میکنید با این؟ اولا در مورد به خصوص ادبیات داستانی، ما به اصل کتاب هیچ گونه دسترسی نداریم. یعنی اصل کتاب توسط نویسنده یا ناشر اصلی در دسترس ما قرار نمیگیره که ما بتونیم اون کتاب رو مقایسه بکنیم. مثلا در مورد کتاب‌های سیاسی که ترجمه میشه اینطوری نیست. فرض کنید در مورد کینزر، همه آدم‌های شاه، این کتاب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده، چندین پاراگرافش رو حذف کردن. در مورد مثلا آیت الله کاشانی، و ما چون به انگلیسیش دسترسی داشتیم تونستیم که اونو بازسازی کنیم و در جای کتاب که از ایران اومده بود اونو قرار بدیم. در حقیقت مخاطبی که اینجا وجود داره حداقل بتونه کتاب کامل رو به زبان فارسی داشته باشه. اینه که از لحاظ کتاب داستانی متاسفانه این مقدور نیست، ولی اون چیزی که ما از اون برمیاد به عنوان ناشران خارج از کشور، که اتفاقا الان زمان خیلی خیلی خوبیه برای این کار که این موضوع پیش کشیده شده، به دلیل اینکه درست مقارنه با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که زیر سانسور و تسلط شدید جمهوری اسلامی قرار داره، ناشران خارج از کشور این سومی سالش البته با همدیگه مشارکت کردن و نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور رو در اروپا، آمریکا و کانادا از اوائل ماه می تا 12 ماه می برقرار میکنن، که این نشون میده که کتابهایی که در خارج از کشور چاپ شده خوشبختانه با توجه به آزادیهای مدنی و دموکراتیکی که در خارج از کشور، یعنی در اروپا و آمریکا و کانادا برقراره، این کتاب ها بدون سانسور چاپ شده و ما خود فرض کنید شرکت کتاب حداقل چندین عنوان کتاب ادبیات داستانی داره که مخاطبش البته ایرانیان خارج از کشور بودن و ما نتونستیم اینو به داخل کشور برسونیم، ولی که به هر حال این کتاب هایی که الان اینجا موجوده، کتاب اونهایش که در خارج از کشور چاپ میشه خوشبختانه با سانسور مواجه نیست. این اختافوس سانسور تا مادامی که وجود داره این خلاقیت و آفرینش های ادبی متاسفانه به اون صورتی که لازم باشه، همجوری که آقای سرکویی گفتن، نشو و نما نمی کنه و خودش رو نشون نمیده. سپاسگزارم آقای خلیلی. آقای سرکویی، اشاره کردید شاعر یا نویسنده امروز ایرانی از درونش نمی جوشه. این معیارها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ یعنی سنجش کیفیت شعر یا ادبیات داستانی چه هست؟ ببینید، من نخست گفتم که در واقع از در همه چیز در اون جوشه، حتی همین ادبیات آپارتمانی هم بالاخره در اون یه آدم میجوشه، یا ادبیات حدیث نفسی یا همین چیزا. اما واقعیت چیه؟ اینه که درون چی هست؟ بحث اون درون مطرح است. من عرض کردم این درون دوچار فقر فرهنگی است، این درون دوچار فقر فلسفی است، این درون دوچار فقر ذهنی است، این درون ارتباطی با ادبیات حتی دهه 40 و 50 نداره. این درون در یک ریل گذاری که حکومت به شیوه های گوناگون امنیتی ایجاد کرده و مخصوص هم نیست، جایزه ها، کارگاه ها، غیره داره حرکت میکنه. این درون دوچار سانسور و خودسانسوری هم هست. حالا از این درون این چنینی ادبیات بر نمیخیزه، بگن هر چیزی از درون بر میخیزه. بحث این است که اون درون چی است. نکته دوم این که در مورد سانسور، من این رو بگم، من هم طور که گفتم ایشون هم اشاره کردن، سانسور و خودسانسوری تاثیر بسیاری داره بر افت کیفیت ادبی، به خصوص در ادبیات داستانی، چون توجه بکنیم که داستان عرصه زندگی است. یعنی در زندگی عشق وجود داره، عاطفه وجود داره، زیبایی وجود داره، خیانت وجود داره، کینه وجود داره، نمیدونم همه چیز وجود داره. و رمان، داستان عرصه به فرم برکشی
چیدن همه اینها هستش. حالا ما در جمهوری اسلامی نه فقط با سانسور سیاسی روبرو هستیم که در زمان شاه و زمان رضا شاه روبرو بودیم، بلکه به علاوه سانسور سیاسی با سانسور اخلاقی و دینی هم مواجهیم. یعنی زندگی از داستان هست میشه، یعنی عشق هست میشه، همخوابگی هست میشه، کینه هست میشه، نمیدونم بدن هست میشه، و وقتی اینها از ادبیات داستانی هست بشه، داستان دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، چون نمیتونه زندگی رو منعکس بکنه. اما این رو هم از یاد نبریم که هنوز هم میگویند بوفکور یکی از بهترین آثار ادبیات داستان ایران هستش، در اوج خفقان رضا شاهی نوشته شده، حتی نویسنده مجبور شده بره هند اونو فتوکپی بکنه در یه سری نسخه ای و پلکپی بکنه، فتوکپی نمیدونم نبوده اون موقع، و بفرسته برای یه عده با پست. یا نیما در اون دوره بهترین بعضی از بهترین شعرهاش رو سروده، یک شاهکاری مثل سنگ صبور که در ایران ممنوع است، اجازه نمیدن، مال صادق چوبک، هم در دوره به اصطلاح استبداد سانسور شاه نوشته شده. منظورم این نیست که سانسور یا تاثیر نمیذاره و خود سانسوری، اما یک این نکته که این خود این نست هم دوچاره فقر است، و بعد مسئله مخاطب مطرح هستش. مخاطب وقتی به ادبیات واقعی رجوع میکنه که پرسش داره، یعنی پرسش هایی داره که فکر میکنه در رمان ها و داستان ها به او جواب داده میشه، و بعد این پرسش ها خودش رو با بعضی از شخصیت های رمان یکی میبینه، همزاد پنداری میکنه، و بعد بر اساس این یک رمان رو دوست داره. وقتی که داستان اجازه بدید این سوال رو با شما مطرح بکنم، پرسش نداره. آقای سرکوی، شما به استبداد اشاره میکنید، چطور هست؟ شما از یک طرف میگین که آثار بی‌نظیری خلق شده قبل از انقلاب، و به هر دو فضا اشاره میکنید که استبداد بوده، سانسور. داشتم همین رو توضیح میدادم که مسئله سانسور و خودسانسوری تأثیر داره. اما دو تا نکته هم در نظر بگیریم، یکی اینکه اون لایه های از میان درآمدهای ایرانی که در زمان دهه 40 و 50 به ادبیات رو میوردن، ادبیات میخوردن، پرسش هایی داشتن، و اون فکر میکردن اون پرسش ها در رمان ها پاسخ داده میشد یا در شعر ها، و با شخصیت های رمان ها همزاد پنداری میکردن. حالا این تحول ساختاری که در ایران شده، ما یک بخشی از لایه های متوسط به وجود اومدن، لایه های میان درآمد به وجود اومدن، که اینها پرسش هاشون پرسش های تقلیل یافته است. پرسشش در حالا در سیاست شما اینو خیلی ساده تر میبینید، در ادبیات شهرش دشوار هست که مثلا پرسشش تقلیل میابه به اینکه مثلا ربنا از تلویزیون پخش بشه، چه میدونم در قالبی که اصلاح طلبان مذهبی و نهادهای امنیتی همراه با اونا ایجاد کردن. وقتی پرسش ها تقلیل پیدا میکنه، توقع از ادبیات توقف پایین میاد، بنابراین اون کسی که ادبیات خلاق خلق میکنه عملا منزوی میشه. عوام پس همونطور که گفتم دلایل این که ادبیات افت کرده، هم سانسور و خود سانسوری هست که اما که البته بخش سانسورش سانسور زندگی هست که در گذشته نبوده، یعنی شما عشق رو میتونید تصویر بکنید، نمیدونم ابعاد گوناگون زندگی رو میتونید در رمان تصویر بکنید، اما در اینجا شما ابعاد گوناگون زندگی رو از رمان حذف میکنید، نه فقط سیاست رو. این یکی از دلایلش است که چرا سانسور اینجا تاثیر مخرب تری داره و چرا تقلیل پیدا کرده. و دیگری هم اون تحول ساختاری که در بافت ایران شده و پیدایش یک میان درآمدهای جدیدی که اونا هم ذهنیتشون در چارچوب ریل گذاری شده، تنظیم شده، پرسش هاشون هم همونقدر تقلیل پیدا کرده، ادبیات هم که به اون جواب میده همینقدر تقلیل پیدا کرده. در گذشته وقتی شما میخواستین علاقه داشتین به ادبیات نویسندگی، عجیبتون میزدین، کار میکردین، زندگی میکردین، میرفتین یک رمان میخریدین، حالا میرین کارگاه ها، این کارگاه ها بیشتر سرگرم میشون که نویسنده از کارگاه در نمیاد. بنابراین در مجموع میتونیم بگیم که عوامل اجتماعی، تحول ساختاری در مخاطبان، تحول ذهنیتی در پدید آورندگان آثار، و بعد یک مسئله بسیار اساسی که وجود داره، نبود نقد، نبود فضاهای فرهنگی، و بعد قطع ارتباط مخاطب و نویسنده. شما داستان خونی ندارین، نمیدونم از رسانه ها کلن ادبیات معاصر هست شده، سبب شده است که آدم های خلاق به انزوا رانده بشن، و بعد یه عده آدم های اومدن که در اون ریل گذاری در جایزه ها و کارگاه ها و نمیدونم رسانه های اصلاح طلب مطرح میشن، که اینا اغلب کسانی هستن که در واقع به مسموعاً به طور کاذب دارن مطرح میشن. همه این عوامل دست به دست به هم داده، یک عامل رو نمیتونیم تعیین کننده بگیم. سپاسگزارم آقای سرکوی. آقای خلیلی، آقای سرکوی به مخاطب اشاره کرد، آیا این که سانسور هست و نویسنده و یا خالق یک اثر شعر یا ادبیات داستانی با سانسور روبرو هست، این مسئولیت مخاطب رو آیا کم میکنه؟ یعنی میشه به مخاطب یا خواننده حق داد که به سراغ آثار نره؟ البته مخاطب، البته باید مخاطب رو تقسیم بکنیم، مخاطب داخل کشور و مخاطب خارج از کشور. مخاطب داخل ایران طبیعیه که به این موضوع حساسیت نشون میده و عکس العمل نشون میده. به یکی از عکس العملاش
که بی اعتمادی و ناباوری به متن مربوطه است همینه که از کتاب گریزان میشه و حاضر نیست دیگه کتاب بگیره. به همین دلیل تیراژ کتاب هایی که در ایران منتشر میشه امروزه به حد واقعا نگران کننده ای رسیده. یعنی فرض کنیم اگر بی آبی در مملکت ما این همه سر و صدا کرده و موضوع خیلی خیلی جدیه از لحاظ زندگی، موضوع کتاب نخوانی هم بسیار بسیار مهمه از لحاظ اینکه فقر این مسئله فرهنگی باعث مسائل اجتماعی فراوان خواهد شد. به هر حال مخاطب داخل ایران وضعش اینطوریه، با توجه به 80 میلیون جمعیت وقتی تیراژ یک کتاب به 500 یا 1000 جلد حد اکثر میرسه این بسیار نگران کننده است. در موضوع مخاطب خارج از کشور، مخاطب خارج از کشور طبیعیه به دو دسته تقسیم میشه. اونایی که اینجا متولد شدن، یعنی خارج از کشور متولد شدن، یا اینکه در خارج از کشور بزرگ شدن، اینا تسلطی به زبان فارسی برای خواندن کتاب متاسفانه ندارن و ما کسانی که این کتاب ها رو میخونن از ما طبیعیه که بیشتر مربوط به نسل های گذشته هستن، یعنی نسل بعد از اول انقلاب یا نسل های بعد از انقلاب یا اونایی که از ایران خارج شدن، مثلا فرض کنید به خاطر جنبش سبز از ایران خارج شدن. این گروه با توجه به فرض کنید همین گروهی که به دلیل جنبش سبز از ایران خارج شدن، این گروه اولین مشکلشون تلاش معاش خود جا افتادن در جامعه میزبانه و بعد از اینکه این اتفاق، یعنی این موضوع، پس از این موضوع این مخاطب طبیعیه که با نویسندگانی که در داخل کشور بودن آشنایی داره اگر کتابخون بوده و طبیعی است که از همون نویسندگان یا نمونه اون نویسندگان میخواد. سپاسگزارم آقای خلیلی، سپاسگزارم. وقت برنامه رو به پایان هست. ممنونم از اینکه با ما بودید آقای سرکوی. از شما هم سپاسگزارم، از شما بینندگان هم تشکر میکنم که با افق نو بودید. تا برنامه دیگر بمانید در خوبی و خوشی. خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه با مهدی فلاحتی، سه‌شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11 و نیم صبح به وقت واشنگتن. این صدای آمریکاست.